به نام یاد خدا سلام، وقت همه شما بخیر. عرض میکنم جور صحتمند و سرحال باشین. بازم برنامه کار و من حمید ایبزاده با گذشت یک هفته در خدمت شما و مهمان خانه های شما هستم. طبق معمول ما همیشه در تلاش ازی هستیم که بریم یک نوعی از تولیدات وطن خود به شما به تصویر بکشیم که چیگونه تولیدات در افغانستان است و صنعت رشد بده. متفاوتر از تمام برنامه هاییم که تا امروز مصب کردیم و خدمت شما تقدیم کردیم، این متفاوت است. آمدیم به یک فابریکی که تولید بسیار خاص داره. این تولیدات سابق از کشورهای همسایه ما به مثل ایران و پاکستان در داخل افغانستان می آمد، اما امروز خوشبختانه در افغانستان فکر می کنم که اولین شرکت است یا دومین شرکت که فعالیت خود آغاز کرده و بر هموطنان ما خدمت می کنه. این تولید امروزی است که شما میبینید. من خشت برای شما تولید میکنم، اما خشتی که در داشهای خشت پخته میشه و قالب داره اون گونه نه. این خشت ماشینی است که خیلی جالب است و بیشتر من معلومات ندارم. مسئول فابریکه باز براتون معلومات میده در مورد ازی و میریم با هم یک جا کار میکنیم و هم یک کاریگر هستم. میریم با هم یک جا سر کار. شما رو زیاد منتظر نمیمونم که تولید امروز ما را ببینین که ما چی تولید میکنیم. قسم قبلا گفتم خشت، اما ساختش برای شما نشان میدم. بیا با هم یک جا بریم. بالاخره رسیدیم به پیش مسئول فابریکه، آقای سخندان، که بر ما امروز کار و یا تولیدی که ما میکنیم بر ما معرفی میکنه. سلام علیکم آقای سخندان. سعد مبارک، خوش آمدید. جان شما چور؟ سعدان خوب است. زندگی بخیر. مثلا چی حال چی احوال؟ خب معرفیتون کردم، گفتم آقای سخندان میشه که یک بار مکمل خود معرفی بکنین. کامرا در خدمت. اسم من محمد نسیم سخندان است، مسئول ازمی فابریکه هستم. بسیار خوب آقای سخندان. همین سوال قبلی من مونده، من گفتم که بریم سر عملا سر کار ابتدایی یا تشریح میکنیم بر ما. فکر کنم عبیبزاده صاحب بریم در جریان کار بازموج آستاس تا تمام مراحل تشریح میکنیم. خوب گپ است، بسیار گپ نیک است. میریم با هم یک جا سر کار و چون همین کلاهی انجینری من و خود نمودم میتا آقای سخندان، باید من خود انجینر میبینیم. بیننده چه قضاوت میکنه؟ خب بیننده طبعاً که به یک امید مقبول است، اما سخندان بیشتر از امید. این خب واقعا است. بریم با هم یک جا بالای کار ابتدایی ما، کار ابتدایی را آغاز میکنیم. بریم آقای سخندان. خب حالا ما رسیدیم سر مواد اولیه یا کار ابتدایی باش که ما همین مسیر خود جهت خود تغییر بدیم، به خاطر از اینکه شمال یکم زیاد است صدای ما باز درست گرفته نمیشه. قبلا ما از اینمینجا بر شما یک تولید نشان داده بودم، به تصویر کشیده بودم که سنگ و زغال جور میشد، سنگ و زغال را تصفیه میکردن، بالاخره هموطنان ما استفاده میکردن. اما این بار ما از خاک خود، از این گل، از این جای خود یک تولید میکنیم که کاملا افغانی است. مواد خامشون افغانی هستن، کسایی که تولید رو میکنه افغانی است و مصرف کننده شون پس خود افغان ها است. اما درست آقای سخندان؟ کاملا نبیب زاده صاحب. یک وقتی اگر شما متوجه شده باشین بعض تولیدات ایرانی را میدیدیم، کاشی ها و بعض خشتا و اینا را اونا نشته که بودن ما با هنر خاک را کیمیا کنیم. دیگه ما افغان ها میتونیم که با هنر خود خاک کیمیا کنیم. بله، ما توانایی از زیر داریم، لیاقت از زیر داریم، فقط کمه ابی تجارای ما همت بکنن و مثل آقای سخندان بیان فابریکه بسازن، صنعت بسازن تا هم وطنای ما رو از بیکاری برای و به کشورهای خارج نره و دولت ما رو کم حمایت بکنن اینا رو، به خاطر جای و به خاطر برقشون. یگانه چیزی که مهم از برق و جای است. اگر صنعتکار برق و جای دادی و کم تکسیون پایین آوردی، مطمئنن که رقابت میکنه با دنیا. کاملا بیا کار بکنیم آقای سخندان. یکم ما کسایی هستیم که همیشه دوست داریم کار بکنیم، فعالیت بکنیم. آقای سخندان این چی میشه؟ خاک که اینجا بندازیم از این چی جور میشه؟ حبیب زاده صاحب، همین خاک را که میبینین این در حدود 5 الی 8 درصد نهایتا 10 درصد نم میداشته باشه. بله. دیگه این را ما اینجا مندازیم، میره با آسیاب که باز بعدا میریم میبینیم که دیگه تا مراحل از این به چی گونه است. ولی فعلا فقط از اینجا ما با آسیابی رو روان میکنیم، آسیابی را میده میکنه به شکل خاصیت پودر را به خود بگیره
بعدن باز میره با ماشین و پرس میشن. چی تفاوت داره با خشتایی که با قالب تر میشه میگل و در داشت پخته میشه؟ تفاوت از این با اونا چی هسته؟ این چرا گلش مکمل تر نمیشه؟ 50% نمدار چرا میباشه؟ عبید زاده صاحب، همی ویژگی همی خشدمی هسته که باید تر نشه. چرا خشتای معمولی را که ما میبینیم کنه تر میکنن، وقتی که خش زده میشه یا اکثرا خشتاش کج میشه و حالت زیبایی و صفاییش نمیداشته باشه. بنابراین ماشین های ما با می تکنولوژی عیار شده که خشت باید از خاک خشک پرس کنه. از خاک؟ بله، خشک پرس کنه. بله. و این آسیاب گندم نیست دوست عزیز، این آسیاب خاک است. خب از اینجا کجا بریم آقای سخندانی که انداختیم خاک؟ بریم به پایین به سر ماشین یا جای دیگه؟ عبید زاده صاحب، فعلا میریم میبینیم مراحل تولیدش که بچی شکل کلیپ پرس میشه و بعدش باز میبینیم. بریم، ما علاقمند ازی هستم که مرحله تولید ببینیم. بریم با هم یک جا. سخندان صاحب، آره مستقیم سر ماشینی که قبلا ما خود خاک انداختیم، البته آسیاب. بله بله، اینجا آسیاب شد خاک. ما به می اندازه آسیاب میشن؟ عبید زاده صاحب، اون ماشینی را که در بالا میبینین آسیاب بله. است که ما قبلا درش خاک ریختیم و خاک کزی میبره به می شکل است که بینمی حدی را آسیاب میکنیم به می اندازه. بینمی اندازه با هم بگیره. بله با بله، مثل مولیده. بله، قسمی که حالا خودتون فشار میتین میچسبه. بله بله بله، میچسبه چسبش داره. مردم بیل دیگه یک دو سه بیل ما هم بندازیم به عبیب زاده صاحب. دیگه اینجا تنها میمانین چون خب ما تنها بنازم. خیلی سلام خودتون سخنداز کار میکنم، هیچ در فکرش نباش. ما یک دو سه بیل که انداختم نوبت سخنداز صاحب میرسه. وقتی که در ماشین میریزیم بازی را همون سیستم اوتوماتیک داره که باز خاک پیش میکنه به طرف پرس کردن. خود ماشین اوتومات کار رو میکنه. ببینیم اما قسمت پایینه خاک کش میکنه به طرف پرس. سخن ناصب، شما چند نفر کارگر دارین فعلا در فابریکا؟ عبیب زاده صاحب، نظر به موسم و نظر به تولید است. اگر شما زمستان هم آمده بودین تولید ما را به نمایش ماندین که زغال سنگ بود. در موسم زمستان معمولا تولیدات ما زیاد می باشه، مردم زغال زیاد ضرورت می داشته باشه، حتی دو شفت و سه شفت هم کارگرها کار میکنه و تعدادشان با حدود 35 نفر و 40 نفر میرسه. ولی در موسم خشک چون تقاضا نسبتا کمتر است و قدر رایج نشده در بازار، دیگر حدودا 20 نفر اینا در این افتخار 20 نفر کار میکنه، 20 خانواده نان میخوره. سخنداز بس است اینقدر، اگر دیگر همون نون هم بود حلال شده که بیاد دیگر نمیشه دیگر از این بیشتر ما نمیتونیم بندازیم به داخل که مونده و ذلت ساختیم. آقای سخندان، سخنداز رو بیدم یکی بیا ما بتک مایک سیبل بندازم رو بدر بیرا که خانم یک تجون زنی است دیگه اینجا از ما روز همی کار است خود یک روز کجا بریم؟ بریم بوتر بیریم بیریم به متعدد ماشین عزیز بیا تولیدات چه میبینیم. بالاخره تولیدی را که ما میخواستیم این ماشین برای ما انجام میده. باش که یکی با تولیدی که امی لحظه شده ما برای تا نشان بدم. اینه از خاک وطن ها این قسم خش جور میشه و این میره به کوره، بالاخره پخته میشه و به بازار عرضه میشه و هم وطن های ما از این استفاده میکنه. چرا آقای سخندان داخل هر خشت ما سراخ است؟ عبیب زاده صاحب، به خاطر خشتا سراخ است که وزنشان سبکتر شوه. بله. و دیگه در وقتی که ما این را در دیوار کار میکنیم مساله در داخل ها از این مدره طور به مثل از این که ما سیخ در بین از این تا کنیم به میشه کلی بسیار مستحکم و قوی میه. قوی میه. زمانی که اگر ما دیوار خشتدگی شد بخواهیم چپه کنیم بسیار مشکل است که خشتا از این پس سالم برای. یعنی خشتا از این دوباره سالم نمی برای به خاطر از این خیلی محکم می باشه. بله بله بله، پرسه که خشت میکنه قبلا هم برتون ذکر کردم حدودا 250 تن فشار بالای هر خشت وارد میشه که خاک خشک ما را به یک حجم
کوچک تبدیل میکنه. بله روزانه ظرفیت تولید شما چقدر از آقای سخندان؟ آیا همین نیازی که مردم ما داره مرفوع میشه؟ حبیبزاده صاحب نظر به تقاضای فعلی که در بازار است او را ما میتانیم مرفوع بسازیم، ولی اگر بعدا رایت شوم ممکن که کفایت ما نتانیم با این دو پای ماشینی که ما اینجا پرس میکنیم. بلان از اینه دارین که باز تولیدات اضافه بکنین، ماشینری زیاد بیارین تا بالاخره همین نیاز مردم ما مرفوع شد؟ کاملا کاملا حبیبزاده صاحب نظر فقط موضوع تجارت همو عرضه و تقاضا است. هر قدر که تقاضا زیادتر شه ما میتونیم که خدمات تولیدی خود بیشتر بسازیم. بیا دیگه چقدر خوب است که ایره ما خود تیکه روشه ببریم ببریم اونجا. چی میگنش کفترخانه میگن؟ چی میگن آقای سخندان که بکنیم شه؟ حبیبزاده صاحب از نامای تکنیکیش میگذریم میبریم در اونجایی که عزیزاده صاحب ما خود تیره دو نفر کش میکنیم فکر کنم ما برم یارنش بیادر بزه سخندان امرو در جان مزد نفس ما را کشید کار کرد کار کرد خاموش تو قرنه یا که ماشین دیگه هم هست؟ عزیزاده صاحب بریم ماشینی دیگر هم تولید دیگر نوه تولید هم ببینیم بعد نوه دیگه هست که گفتی نما تولید میکنن. بله درسته؟ بله, بله. تولید نما دارن. نمای چی را تولید میکنه آقای سخندان؟ حبیبزاده صاحب نمایی را تولید میکنه که ابعاد از این تقریبا 22 سانتی طولش است. بله 2.5 سانتی و 2 سانتی ضخامتش است. بله و 6 سانتی هم برشد. بله این کمه نمدار است از خش کده نمش زیاده؟ فقط دلیل نم بودن از این خاطر است که کم حجمش خوردتر است نمش زیادتر معلوم میشه. اگر نی هر دوش یک اندازه نم دارم. این نمای روی تعمیر است به عوض چوب که استفاده میکنم؟ کاملا کاملا سابق چوب استفاده میتونم دیوارهایی را که با چوب کار میکردن چوبای چینایی را میخریدن و تقریبا 70% نرخ از این پایین تر از چوبای چینایی است که در دیوارها کار میکنن و رنگ میکنن. بسیار خوب. این هم یک سهولت از برای وطن ما استفاده بکنین بخرین و تعمیرات کنن مقبول و فشن بسازین. خب بریم اینا را آقای سخندان ببخش دیگه بخش دیگه ما کجاست چی است؟ خب بمود فرموده خودتان کفترخانه است که میریم قشتار را میچینیم بعدش میریم به طرف کوره کوره پخته میکنن که چی شکل خش پخته میشه. اولین بار است ما در یک فابریکی آمدیم که عرق ریختان. امروز ما عرق ریختانیم به خدای خوب سعی کار کردیم. میریم حالا ببخش کار کفترخانه. حبیبزاده صاحب بیا کال این خشتا را ما شما بیجا بیچینیم که کفترخانه بسازیم دیگه. بله کار ما یک لحظه اگه ما اجازه بدید لالا جان امروز نوبت ما دیگه. بله 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 امروز سر خود آقای سخندان کار بکنیم. سابق کارگرا کار میکردن حالا رئیس فابریکه همچنان باید حبیبزاده صاحب به شکل باید ایجاد چنده شوه که شمال بتونه داخل از این نفوذ کنه. بله و ایره زودتر خشک بسازه. این باید خشک شوه؟ بله اما 5% یا 8% نمه که داره باید اینا پس دوباره ایجا خشک شوه که باز به کوره انتقال شوه. در غیر از او بازی رو نمیتونیم که اگر خشک نشه اگر در کوره بره مطمئنم که میکفه پشت میشه میکفه درز میکنم. ای چی انگیزه شد آقای سخندان که شما خواستین این گونه یک فابریکه و این یک تولید در افغانستان رایج بسازه؟ حبیبزاده صاحب آدم زمانی که کشورهای خارجی را میبینه همه این مردم زحمت کشیدین و کشور خود را به یک جای رساندین. بله وقتی که تعمیرها را ما در دیگه کشورها متوجه میشیم که خب خشتای زیبایی دارن یا با چی تکنولوژی را کار میکنن همین انگیزه باعث شد که حداقل ما بتونیم در کشور خودمون یک چیز را رایج بسازیم. یک چیز بسیار ساده بوده ولی در نظر ما بسیار مشکل معلوم میشه. وقتی که عملا ما کارش شروع کردیم یک چیز بسیار ساده بوده که واقعا واقعا ظرفیت تولید در روز چقدر؟ چند هزار است؟ یک لکه؟ ده هزار؟ بیست هزار است؟ چقدر است؟ حبیبزاده صاحب اگر در یک شفت کاری ما تولید کنیم حدودا 15,000 خشت ما در یک روز تولید میکنیم با ماشین. آقای سخندان امی نمای ازی چقدر است؟ در روز چقدر تن است؟ هزار است؟ چه قسم است؟ حبیبزاده صاحب تولید نما به متر مربع محاسبه میشه ولی خشت به دانه محاسبه میشه. دیگه تولید نما را اگر به متر مربع ما بگوییم در یک روز احتمالاً که
1000 متر 2000 متر تولید کرده بتونید تولید کرده میتونین و خشت ما ده اینجا خشک شده کاملا بله بله آماده عزیز که باید بره به داش بله اما خشت است که آفتاب گرفته خشک شده حالا میریم میبینیم که در داش کدام مقبول مقبول است چهار کنج خشت خیلی اساس است و خیلی منظم خیلی پاک بازی که روی تعمیری کار شود چقدر یک نمای مقبول خود داشته باشد چطور؟ کاملا همی بزاده صاحب همون تعمیرهایی را که در کشورهای اروپایی و امریکایی دیده میشه کاملا به مو شکل می باشد روز برسه که بخیر هیچ نیاز تولید خارجی را افغانستان نداشته باشد همه هموطنهای ما در کار باشند و ما تولیدات بیرونی را استفاده نکنیم فقط تولیدات وطن خود استفاده بکنیم و یک کشور با اقتصاد و پیشرفته داشته باشیم میریم روی کوره ببینیم که چگونه پخته میشه بریم بخیر دیگه کمک متوجه باشین که درجه حرارت میفهمین چند درجه می باشه داخل کوره به داخل کوره حدوداً 1000 درجه سانتیگراد واه 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 1000 بله بله آهن به داخل کوره که بفته دیگه اتومات ذوب میشه کاملا ذوب میشه اگر احیاناً بله یک کاریگر ما خدای نخواسته خدای نخواسته بفته دیگه خلاص تمام از دیگه حبیب زاده صاحب خوشبختانه که در این بخش باید کسای کار کنن که مسلکی همین بخش کوره باشه شما افراد را که بالای ماشین دیدین اونا نمیتونن که بالای کوره بیان و کار کنن اینا افراد مخصوص مسلکی خود دارن که همینجا کار میکنن غیر از اون بسیار دستوار است اگر دکتر صاحب کدام کارمند شما دستش پایش افگار میشه آیا شما بیمه صحی دارین به خاطر اینا آیا شما همون ماشه که برای نام میپردازین بعد از اینکه اینو افگار شون اون موشه برشون میتونی یا خیر چی کمک شما میکنین از طرف شرکت برین حبیب زاده صاحب قانون بیمه ای گپار همیشه در نظر گرفته که یک کارمند که وقتی که مجروح میشه اگر جراحت های خفیف می باشه باید تداوی شود تا زمانی که مجروح می باشه باید شرکت معاش گپایش در نظر بگیره کیرا قانون بیمه تمام شد در نظر گرفته و انشالله به مو منوال شما رو پیش میره بسیار باش که یکم ما هم اینجا بشینیم اینجا آماده پخته شدن از دیگه مطمئنن که اینجا دیگه پخته میشه دکتر جان چرا پلاستیک گرفتین روی زیره؟ زاده صاحبی پلاستیک به می خاطر است که کدام مشکل اقلیمی و ایگپا برش پیش نشه و فقط به می خاطر است اگر کمی بارش بباره دیگه اتومات کاملا کاملا پلاستیک کش میکنین و بله هیچ مشکل پیش نمیاد بله 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 و تمام از این داخل از این کلن آتش می باشه کاملا فقط چی شما مندازین به داخل از این؟ همین سنگ و زغال یا چیزی؟ سنگ زغال فقط سنگ زغال داخل کشور خود ماست کدام چیز دیگر درش استفاده نمیشه منطقه به این شکلی به اصطلاح خود کسایی که خشت میچینن سنتر به سنتر چنده میشه و آتش هم دورهی می باشه به شکلیست که با یک دوره آمده میره و از یک طرف پخته کده میره و از طرف دیگه طرف پخته شدگی پس خشمواری میگیره بله بله و یک ماه دو ماه مطمئنا خاموش هم نمیشه یا مکمل فصل خاموش نمیشه زمانی که تولید خشت شروع میشه تا وقتی که موسمش میگذره و بارانات شروع میشه و می شکل ادامه میداشته ادامه میداشته باشه پوره خاموش بریم سر خشت پخته ببینیم که حالا پخته شده چی گونه شده و چی خوبی داره بعضی که پخته شدید میریم با سر داش آقای سخندان اینجا دیگه خشت ما آماده است و پخته شده دیگه بله بله یه خشت است که پخته شدگی است و اون طرف آتش شاید احتمالاً در 15 متری از این آتش جریان داشته باشه داشته باشه ولی یه خشت است که پخته هم شده و سردم شده سردم شده اجازه است من یکی از این به هم بزنم اینه بیشتر بسیار خشت ما نرم بود و امکان ازی بود که میده شد اما ای که پخته شد چقدر بله. محکم شده بازم این خشت کرنگ ازی چی هسته آقای سخندان عبدالزاده صاحبی ارتباط داره با آتش زمانی که آتش از زیر کوره آتش فوران میکنه بالا که میه قسمت های بالا آتش بسیار
شدید می باشه. بنابراین خشتا اکثرا می سوزه. وقتی که سوختی را کرنگ میگن که کرنگ میشه، که خشتای کرنگ میشه معمولا در قسمت بالایی کوره میباشه، نه در پایین، نه در پایانی نمیشه، چون آتش به طرف بالا فوار بالا میره. بریم یک بار به سر کوره ببینیم سر کوره. عزیز زاده صاحب رسیده به جای اصلی. به به به، اینجا جای اصلی است. فهیم مسافر خیلی دور گرفته. بیا بچه پیش بیا، پیش بیا، پیش بیا که خدای نخواسته تور چیز نشه کالا تاوان تور کیمته. حرارتی چی احساس میکنه نمی بزاده سر بسیار زیاد، حرارتی بسیار زیاد داره. اگر تاوان بوتای من میتیم من میرم به داخل از اینا. نه بی بزاده سر این کار کرده نمیه، اگر تاوان بود تا بتون پایت خدای نخواسته. خب این چی گفتم میشه آقای سخن همین خود کوره است که قبلا نشان دادیم جایی که خشتا مانده میشد خام آتش سرازی به شکل دوره‌ای پیش میره و این شخصی که جا کار میکنه به نام مصری کار گفته میشه. مصری کار بله، تو بیا بله. کار مصری کار را من بکنم، توکل به خدا باش که این داغ است یا نیست؟ نه هیچ داغ نیست. خب بکشم میره پس کنم اوش خودت بلند کن زغالش هم هم اندازم بیا سعیسته که دو نفره کار بکنیم. این زغال فقط داری بنداز. باید هر چند قباد انداخته شده برای ببینین آتش که این نه سعی که آتشه باش که پس سرش پوش کنم. هر چند قباد باید در زغال انداخته شده کوره خاموش نشه. کار از این مصری کارا بسیار کار دشوار است. بله اینا شب هم باید خواب نکنن دیگه. به 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 چون چند نفر میباشن، یک تعدادش روز کار میکنه یک تعدادش شب. اگر خدای نخواسته فکر از این نباشه پای مایشون داخل بره خلاص دیگه. بس از دیگه یوم اندازه مشخص داره و خود از اینا میفهمه که باید بله چقدر بله بندازن. همو چیزا که شان پیمانه است، همو وسایل که دارن که چقدر باید پردن. بوتای ما فکر میکنم که دیگه خراب میشه. بیشتر اگه اونجا باشم مطمئنن که از بین بله میره. بله بله چون سری بوتا هم قدر دیگه اعتماد نیست. قربانت، ممنون و سپاسگزار. در آخر چی گفتنی داری؟ آقای سخندان کامرا در خدمت. اول خو یک تشکری خواست میکنم از تلویزیون خورشید و از ممنون شما که اینجا تشریف آوردین. قربانت. همین که صنعت کشور ما را به نمایش میگذارین بسیار یک گپ کلان است واقعا. ممنون. دیگه بس همه که از هموطنهای ما خواهش میکنیم که از این تولیدات داخلی خود استفاده کنین. فکر کنم که مناسب باشه نظر به یکی از تولیدات خارجی. انشالله. این بود برنامه امروز کار که خدمت یک و یک شما تقدیم کردیم. تا ایدار دوباره که باز هم حمید بیبزای با همکارای خوبم در خدمت قرار میگیرم. شما را به علای پاک و بی‌نیاز مسپارم. شب و روز خوش داشته باشین. خداوند نگهدارتون. اگر میخواین که ما بیاییم به فابریکی شما و برنامه خوبی است فابریکی شما داشته باشم، نیاز از به شما را تماسی که روی صفحه تلویزیونتون است تماس بگیرین. ما بیاییم به فابریکی شما و برنامه خوبی است فابریکی شما داشته باشین. خدا نگهدار.